بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. بيننده و شنونده برنامه آیت عشق در صبح خورشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه حضرت حق باشید. خوش هستم باز هم عبدالبشیر سیرت با تقدیم برنامه در خدمت قرار دارم. صبحتان امیدوار هستم به خوبی آغاز کرده باشین. خوشی ها از همه ما و شما باشه. جناب استاد آقای دکتر هجرت الله جبرائیلی مهمان ما هستن و با ما در استودیو. خیلی ها خوش آمدید. تشکر استاد بشیر سیرت نیک سیرت. قربان شما. بسیار خوشحال هستم که در برنامه زیبایی که واقعا زیبا نامگذاری که من همیشه به این نام فکر میکنم آیت عشق. شما با سلامت. نشانه محبت با دین، با خدا، با وطن، با انسانیت. بسیار زیباست. وقتی در برنامه میم انگیزه میگیریم که بیشتر تلاش کنیم تا بتونیم پیام برسانیم. شما با سلامت. اندکی به تاخیر برنامه ما آغاز شد، به خاطر از مقدمه بگذریم میم سر اصل موضوع. بحثی که با جناب استاد انشاءالله تا فرصتی که داریم به بحث میگیریم، شب در صفحه فیسبوک اسلام قرآن نوشتم. حجاب مورد بسیار مهم. و پیش از اینکه بحث آغاز کنیم، جناب استاد یک کتاب ترجمه کرده بودن، 100 حدیث نبوی پیرامون احکام سیاسی. من این کتابشان از طریق صفحه فیسبوکشان دیده بودم چند ماه قبل، شاید یک ماه کنیم ماه قبل که چاپ شده بود. باز دیروز برشان عرض کردم که اگر کتاب هم همراه خود بیارین تا این کتاب به معرفی گرفته شود. 100 حدیث نبوی پیرامون احکام سیاسی، نویسندهش دکتر حاکم المطیری و مترجم آقای دکتر هجرت الله جبیلی است. کوتاه در مورد کتاب از جناب استاد میشنوید. بفرمایید جناب استاد. بسیار خوب، بسیار تشکر که شما فرصت دادین تا این کتاب برای علاقمندا معرفی شوه. بله. اصل نام از این کتاب بود این بوده که الاربعون النبویه فی الاحکام السیاسیه. شما میفهمین که در سنت حدیث نویسی از زمان امام نبوی رحمه الله تعالی و حتی قبل از او همی 40 حدیث نبوی بسیار در بین جامعه مشهور بودن. اما در بخش حکومت و سیاست ما احادیث جمع شده که در یک باب جمع شده بوده قبلا ما نداشتیم تا در این موضوعات به جامعه ما آگاهی پیدا بکنه. جناب دکتر حاکم المطیری که هم از یک طرف رهبر حزب الامت کویت است و از طرف دیگه استاد تفسیر و حدیث دانشگاه کویت است، از طرف دیگه نه تنها که این آدم در بخش دین تخصص داره بلکه در بخش فلسفه هم دکترا داره. از این جهت یک آدم بسیار کلان و بزرگ در سطح جهان اسلام، بلخصوص در قرن 21، در یک حساب 20 ساله که از قرن 21 چیزی کم بگذره، از جمله نظر پردازای بسیار برجسته جهان اسلام است. شما میفهمین که جامعه ما بلخصوص افغانستان و در عموم جهان اسلام با خشونت همراه است. بله. و میبینین که همه روزه خشونت از ما تن میگیره، جان میگیره، مال میگیره، آبرو میگیره، ناموس میگیره، هیچ چیز را برای ما نمانده. این جناب بزرگوار بحثشون سر عزیز که اگر ما میخواییم که جامعه خود از این بدبختی نجات بدهیم، باید ما رجوع بکنیم به عصر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پس از او به عصر خلفای راشدین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. ببینیم که پس از این که حضرت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم وفات میکنه، خلفای راشدین با بسیار زیبایی و با بسیار خشونت پرهیزی مشکل سیاسی خود حل میکنن. بدون شک میبینیم که همچنان ما پشتون و تاجک و هزاره و ازبک داریم، و هم انصار و قریش و اموی و اوس و خزرج داشتن، ولی توانایی را داشتن که با وجود اختلافات سیاسی که پیدا شد بتونن خلافت راشده را تاسیس بکنن، عدالت را تاسیس بکنن، حکومتداری خوب را، یا به کلمه دکتر حاکم المطیری حکومت راشده، حکومتداری راشده در میان مردم نشر و پخش بکنه و تا امروز برای ما شما یک الگو باقی مانده. بسیار خوب. انشاءالله جناب استاد در مورد این کتاب و داشته و انگیزه های آقای المطیری بحث جداگانه در فرصت های بعد خواهد گرفتیم با جناب شما، چون نیاز هست تا این بحث، چون در این کشور کشمکش ها مخصوصا تعصب قومی و لسانی بیشتر هست تا روی مورد صحبت شود تا باشه که خدا مهربان است که راه گشا باشه. خب به هر حال حجاب از دیدگاه شریعت در کل چی هست جناب استاد؟ بفرمایید. اصلا بیایم بحث ترازی بکنیم که آیا کلمه حجاب در قرآن کریم وارد است یا نه. یک بار شما میبینید که در قرآن کریم کلمه حجاب وارد است و به این موضوع حجاب که ما شما سطر و پوشش صحبت میکنیم ارتباط داره. بله. و در قرآن کریم قسم آده که ورای حجاب، یعنی هر زمانی که شما از زنان پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام چیز میخواهین، از ورای حجاب از او چیز بخواهید. از پشت پرده. بله، از پشت پرده چیز بخواهید. نه ای که
مثل که شما با زنهای دیگه با خانواده خود سر کار می داشته باشین که بدون حجاب می باشین، نخیر، باید آداب نو معاشرت و نو رفتار با زنان پیامبر خدا علیه السلام باید مسلمان ها مراعات بکنن و پشت حجاب پیدا بکنن. اصلا ببینید که فلسفه حجاب چی ضرورت داره که بله. مطرح شده. شما می فهمین که الله متعال جل جلاله به خاطر از اینکه نسل انسانی و حتی نسل حیوانی انقراض نکنه و بتونه که این نسل تا آنگاهی که الله متعال میخواد یعنی تفرار رسیدن قیامت دوام پیدا بکنه، آمده دو جنس را پیدا کرده، یکی جنس مرد و یکی هم جنس زن. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. به خاطر از اینکه زن و مرد با هم کشش داشته باشند و بتونن که غریزه تداوم نسل یا ماندگار بسازن و این را ارضا بکنن، یک کشش های در وجود زن قرار داده و کشش های در وجود مرد قرار داده. بله. به این خاطر است که الله متعال خواسته که این کشش ها باید در کانال مشروع استفاده شود، نه در کانال های غیر مشروع. به خاطر از اینکه قاعده اسلامی است که نمیخواد نسل به طرف حرامی شدن و یا به طرف تباهی و فساد بره. کس نفهمه که پدرم کیست، پدر کلانم کیست، مامایم کیست، کاکایم کیست، باید میگه نسل حفظ شود. به این خاطر میبینیم که اسلام قواعد گذاشته برای ازدواج، اجازه میده که زن و مرد با هم رابطه داشته باشند اما در چارچوب و کانال ازدواج، و اجازه نمیده که زنها و مردها با هم رابطه داشته باشند در کانال غیر از ازدواج. و میخواد که ما میخوایم یک چیز روشن بسازیم که زنان و مسلمان بفهمند که در پای تبلیغات فمینیست ها نروند که حجاب تنها برای زن هاست، حجاب هم برای زن هاست و هم برای مرد ها. این نکته را کمی تشریح کنیم، یعنی چی برای مرد چگونه باید؟ یعنی اینکه بله عمیق قسم که زن کشش داره، مرد هم کشش داره. بله مرد هم کشش داره، مرد هم باید از خودنمایی بدن خود در برابر زن ها بپرهیزه و زن هم باید از خودنمایی زیبایی هایی که علای مطال در بدنش آفریده در برابر مردها بپرهیزه. و همون قسم که زن مکلف است تا چشمان خود در برابر مردها پایین بندازه، فرو بیندازه، مرد هم مکلف است که به زنهای مسلمان و حتی به زنهای غیر مسلمان نگاه نکنه. چند جمله قبل امین دکتر شما اشاره کردیم، شاید در بعضی از هان این خطور کنه که چرا مرد و زن باید معجب باشه و حجاب مراعات کنن. ببینید حرف اصلی در اینجا است که بله. ما امروزه مثلا ببینید در مقایسه جوامع ما میتونیم خوب موضوع رو حل بکنیم. بله. مثلا شما میفهمید که امروزه میگن که در جامعه غربی اصلا نهاد خانواده از بین رفته. شما در غرب امروز ازدواج دارین به نام ازدواج سفید. ازدواج سفید یعنی چی؟ بله یعنی چی؟ مفهوم جامعه شناسی که ازدواج سفید یعنی ایست که یک اصطلاح دیگه به نام هم اتاقی در دنیا مروج شده. هم اتاقی یعنی ای که یک زن و یک مرد یا یک دختر جوان یا یک پسر جوان میرن در یک اتاق کرایه میگیرن یا اجاره میکنن، با هم زندگی میکنن 6 ماه یک سال بدون اینکه رابطه ازدواج داشته باشن. وقتی که از درون از یا از این رابطهشون فرزند پیدا میشه، این فرزند سرپرست نمیداشته باشه. بله. هم زن فرار میکنه هم مرد فرار میکنه و سرانجام این فرزندا رو میگذارن به دارالایتام هایی که در جهان غرب وجود داره. بله. بس میبینید وقتی که نهاد خانواده از بین رفت، معنایش اینه که خود جامعه به نابسامانی واجه میشه. وقتی جامعه به نابسامانی مواجه شد، همه ای اطفال ابزار دست سرمایه‌دارها، ابزار دست مافیا و ابزار دست سیاسیون واقع میشه. و شما میبینید مثل جامعه افغانستان و مثل جامعه غربی و مثل جامعه دیگه ای میرن به طرف چی؟ به طرف هرج و مرج و به طرف تباهی و فساد که اصطلاح قرآن کریم فساد است. به عنوان نمونه یک چیز را میگه به نام کودکان خیابانی. بله. امروزه ما در افغانستان شما حادثه فرخنده را به یاد بیارین. بله. فرخنده را کی کشت؟ اگر اصل مطلب را شما بررسی بکنید از نظر جامعه شناسی، کسی که فرخنده را کشت کودکان خیابانی بودند. اگر جامعه به طرف بی‌ثباتی نره، اگر نهاد خانواده حفظ شود، پدر و مادر و کسان دیگه که مثل پدر کلان، مادر کلان، ماما و کاکا بیان احساس تعهد بکنن در برابر فرزندان خود و در برابر خویشاوندان خود، شما باور بکنید کودکان خیابانی شما نمیداشته باشین. و فراموش نکنید که درست است که فقر شاید در جامعه افغانستان جهت و علت عظیم باشه چرا کودکان خیابانی به وجود آمده، ولی در جامعه مثل غرب، بله، در اکثریت کشورهای غربی کودکان خیابانی
زاده روابط نامشروع، یعنی عدم رعایت حجاب در او جامعه که بالاخره منجر میشه به روابط نامشروع و از هم پاشیدن خانواده و بالاخره پیدایش کودکان خیابان. سلامت. یعنی جناب استاد، حفظ و مراعات حجاب چه ربطی با حفظ خانواده سالم داره؟ بسیار خوب. ببینین اکثر روابط که امروزه بساب ما غیر مشروع میگه میشه و در زبان جوانا به نام عاشقانه معرفی میشه. اینی روابط وقتی که در میان جوانا به وجود میاد از اکثرا از علت بی‌حجابی به وجود آمده. بی‌حجاب تنها به پوشش لباس مربوط نمیشه، به این هم مربوط میشه که شما در وقتی در ساحه کار میرین چه قسم طبیعی است که مثلا شما وقتی در دولت افغانستان کار کنین، در نهادهای خصوصی کار کنین، شما نیاز دارین و مجبور هستین که با مردها کار بکنین. این یک نیاز مبرم جامعه شده و کسی را از بین بردن نمیتونه. اگر شما در ساحه کار بله نظامی قسم ساخته، اگر شما در ساحه کار بین حجاب مراد صورت بگیره، در پای اول در قدم اول پوشش بلد. و در قدم دوم از نگاه هایی که قرآن کریم در قدم اول به نگاه ها توجه داره. شما از نگاه های شهوانی و از نگاه هایی که غیر مشروع باشه، غرض آلود باشه، شما جلوگیری بکنین، هیچ وقت برابط نامشروع نمی انجامه. وقتی که برابط نامشروع نیانجامید به نهاد خانواده هم از بین نمیره. ببینین اکثریت کسایی که از این طریق به ازدواج میرسن، یعنی در قدم اول روابط نامشروع میداشته باشن بعدم جبران ازدواج میکنن، این خانواده ها از یک سال و دو سال بیشتر دوام نمیکنن. در حال کسایی که از طریق خواستگاری و از طریق توافق فکری و خانوادگی و توافق اجتماعی یا به ازدواج میرسن، باور بکنید که شما نمونهش مثلا پدران ما و شما هستن، دیگه خویشاوندای ما و شما هستن، کل همه جامعه ما، شما ببینید که نهاد ازدواج در افغانستان بسیار یک نهاد مستحکم و استوار است. حتی از نظر سیاسی بحث بر ایست که در آنجا که نظام جمهوری اسلامی اوج پابرجا باشه، یکی از الزامات نظام جمهوری اسلامی چیز که حمایت از نظام خانواده است و در قانون اساسی افغانستان هم درج است که باید از نظام خانواده حمایت صورت بگیره و حتی رسم و رواج های بیهوده و خرافی که وجود داره توسط نظام باید از بین برده شود. شما با سلامت، با شما برمیگردیم. موضوع بحث ما داشتن حجاب هست و آقای جبرئیلی مهمان ما، بحث ادامه میتیم پس از لحظاتی. خوش آمدید. ادامه‌ی عشق در صبح خورشید بیننده هستید. بحث ما حجاب و مهمان ما آقای دکتر جبرئیلی هست. خب جناب استاد، این بحث بسیار مهم هست و در این حال ما شما شاهد هستیم که مخصوصا در یک و نیم دهه اخیر در کشور به حجابی زیاد شده و بیشتر ترجیح میدن دختر خانم ها که خودم مطابق ببینید عصر حاضر بسازن. علت چی باشه؟ چرا خواهرها و طبقه ناس به طرف بی‌حجابی روان هست؟ و بالاخره آنچه شما گفتین و ما پیشتر پیش از شروع برنامه یک تفسیر مطالعه کردم، بیشتر از ده جای در قرآن کریم در مورد ده آیت در مورد حجاب و حفظ نگاه ذکر شده، اما با تأسف کمتر به نصوص توجه صورت میگیره و بیشتر ما داریم به طرف بی‌حجابی روان هستیم. بفرمایید. در قدم اول لازم به ایست که وقتی در خانواده در کودکی به ما آموزش میدن که تو کیستی؟ بله. ما به صراحت میگیم که من مسلمان هستم. بدون شک. بله. بعد سوال دیگه از ما پرسند در مذهب کیستی؟ ما میگیم که ما در مذهب امام ابی حنیفه. بله. احساس میکنم که مادران و پدران ما در کودکی ما خوب عمل میکنن. خوب آموزش هویت بر ما میدن. اما وقتی که ما کلان بشیم امی آموزش هویت پی نمیگیرند. مثلا احکام اسلامی به صورت درست به ما آموزش داده نمیشه، جهان بینی اسلامی به صورت درست به ما آموزش داده نمیشه. به این خاطر یکی از مسائل فهم است. هر قدر که مثل برنامه‌های شما و کتاب ها را خواهرها مطالعه کنند، برادرها مطالعه کنند، سایت های اولیای امور جرام ساد مثلا پدر و مادر خانواده بسیار به این مورد صحبت شده، ما میتونیم که از بی‌حجابی جلوگیری بکنیم. ولی فراموش نکنیم که چرا بی‌حجابی در افغانستان رایج شد. بله. ببینید افغانستان قبل از اینکه اسلام بیاید اینجا اکثرا دین زردشتی حاکم بوده و در ادیان بالخصوص ادیان زردشتی قبل از اسلام حجاب یک امر طبیعی بوده و حجاب رعایت میشده. ویل دوران در کتاب تاریخ تمدن نوشته میکنه که در بین تمدن آریایی و خراسانی و ایرانی ها و حتی در بین یهود حجاب یک اصل بوده و هیچ وقت به حجابی را یا بد میگیرن، با جز مواردی که آدم مثل مزدک میه و کسای دیگه که مثل کمونیسم دیروزی میان به حجابی رو ترویج میکنن. بله. بیایم ما سر الگوهای حجاب صحبت بکنیم.
شما امروز اگر کوچی های افغانستان ببینید در خیمه هایشان برین چادری وا استفاده نمی کردن. بله. اگر شما در بدخشانات مثلا برین شما ببینید که وقتی در قریاجات بالاش میرین چادری استفاده نمی شد. بله. پس چگونه چادری در افغانستان رایج شد؟ همین چادری که امروز خانم ها می پوشن این چادری در زمان سلطان محمود غزنوی از هندوستان به افغانستان آمد. در اون زمانه ها ببینید که سلطان ها از خود حرم می داشتن و یا نمی خواستن که حرم از یا در معرض دیگرها قرار در معرض دید دیگرها قرار بگیرن. یک لباس اختراع شد در بین مسلمان های هندوستان یا در بین کدام ادیان دیگه بله. هندوستان به نام چادری. آها. آرام آرام آمد سلطان محمود غزنوی امر کرد که چادری به افغانستان انتقال داده شود. بله. بعد از اینکه خلاص میشیم ما و شما در سال 1842 یا 1840 هجری یک جنگ را داشتیم با انگلیس ها. بله. از همین جهت که ما وارد تعامل با انگلیس میشیم. در قدم با تقابل شروع میشه وقتی که پادشاهان ما خود را ضعیف‌تر میبینن میگن خب چرا این تمدن پیشرفته است تمدن غرب؟ اگر تمدن غرب پیشرفته است حتما لباسشون پیشرفته است، پوششون اگر تفنگش پیشرفته است، اگر توپش پیشرفته است لباسشون باید پیشرفته باشه. بله. سرانجام میبینیم که ایرایج میشه شاه امان الله که الله خداوند ببخشش، ما بدگویی و پشت مرده خود نمیکنیم، این بزرگوار میاد احساس میکنه که غرب کشور پیشرفته است و ما باید از سر تا پا از الف تا با فکر و ذکر و لباس خود ما باید پیروی کنیم از خاطر استاد بیشتر از 5 دقیقه ما فرصت نداری واقعا بنی خاطر است که بیا اولین بار ملکه ثریا را میاره و او به حجابی را رخ میده. به حجابی در افغانستان رایج میشه. بله. پس از او میبینیم که در زمان امیر ابی بلای کلکانی و در زمان نادرخان و در زمان شاه محمود خان و در زمان هاشم خان دوباره در کشور ما شما حجاب برپا میشه. دوباره که داوود خان مرحوم خداوند ببخشش میاد دوباره در دوران صدارت میرسه باز دوباره به حجابی را رایج میسازه. به حجابی رواج داشته تا زمان حکومت حساب خلق حزب خلق. بعد از اینکه حکومت استاد ربانی میاد شما میفهمین که حمر میکنن که در ادارات زنایی دارن کار بکنن اما با چادرهای بسیار کلام مثل قرآن کریم گفته یدنینم علیه من جلابی هم. از او به بعد شما میبینید که طالبان سختگیری بسیار کلان رو میتن، یعنی خلاف اسلام بیشتر به مدارا و به نصیحت امر میکنه. حتی اگر شما امر به معروف و نهی از منکر نباید کسی دوره بزنید، نباید مثلا کسی تازیانه بزنید، بلکه با مدارا مثلا زن های می بودن با مدارا مردم نصیحت میکردن. شما میبینید یک بارگی مردم ما در برابر سخت گیری ها یا در برابر سخت گیری ها یک گونه عقده میگیرن، یک گونه انتقام گیری از دین پیدا میشه. و زمانی که حکومت جدید میایه پس از 11 سپتامبر غرب میایه، فرهنگ غربی میایه، ما در جامعه خود میبینیم که اگه یادتون باشه در مو زمانه ها در حد دادن هر کوچه صدها ویدیو فیلم وجود داشت. بله. و امروز متاسفانه بگیم یا خوشبختانه بگیم ما رسانه های بسیار کلان داریم که بیشتر مثلا سریال های ترکی رو پخش میکنن. بله. و سریال ترکی برنامه‌ش غربی سازی کشورهای اسلامی است. بله. چون ترکیه خودش نمونه موفق غربی سازی است، یعنی وسترنایزیشن. بعد اول فعلا در افغانستان صحبت تا پایان میباشه، ما چند نمونه از لباس چند نمونه لباس زنا داریم. بله. ما یکی نمونه های لباس غرب زده داریم بر زنا و بر مردا، اردوش صحبت میکنه. بله. ببینید لباس های تنگ و ترش و نمایش بدن، این لباس نمونه غرب زدگی است. آها. یک نمونه دیگه ما شما داریم نمونه قبیله زدگی. آها. که همین چادری هایی که در افغانستان مروج است و ما بد نمیگیم، هر کس میتونه انتخاب خود بکنه. آها. ولی این میبینید که چادری حکم شرعی نیست، همین خود شرعی نیست. بله. این مانع کار زن حجاب مهم است. مانع کار زن در بیرون میشه. بله. یک نمونه دیگه که ما از حجاب داریم، شما بعد خواهرای داره که لباسای بسیار سیاه کلان می‌پوشن. بسیار کوتاه جناب استاد از ازرار به حجابی بگوین، چون ما بیشتر از دو دقیقه فرصت نداریم جناب استاد. یعنی نو حجاب داریم، یعنی نو دیگه داریم که خواهرای هستن که چپنای کلان می‌پوشن و رویشون روشن می‌باشه. یعنی نو خواهرای داریم که روهای خودم با لباسای سیاه می‌پوشن. ما 4 نوع مدل پوشش داریم. به نظر من دو تا مدل آخری مدلای خوب است برای خانم‌ها، میتونن از استفاده کنن و ماری کارشون نمیشه. بله از ازرارش بگوین. در چند کلمه ازرار خلاصه می‌کنیم. یک، از نظر اقتصادی. بله. ازرار حجاب است که جامعه را پرمصرف از ازرار به حجابی، ازرار به حجابی. بله. جامعه را پرمصرف می‌سازه. بله. شما لوازم آرایش مثلا شما اگر تراز تجاری تان ببینین، اگر به حجابی زیاد شد مسائل آرایشی یا پازیت مصرف میشه و در خانواده ما شما ضرر واقع میشه، یک بخش مصرف خانواده را از به اون طرف میره. بخش دومی است که متوجه باشه که نهاد خانواده را از بین میبره بدون شک. بخش سومی است که جامعه را به هر جو مرج میبره و شما به جای خود کشیدین که دیگه نفهمین که نسب کجاست، کی بچه کیست و کی اولاد کیست. بالاخره به تو جای میرسه. همون تو جای میرسه. کوتا اگر در مورد فوایدش بگین، چون بحث ما تمام هست. فواید حجاب اول مصرف خانواده را کم میکنه. بله. یک برعکس بیشتر. بله. مسئله دوم
از نظر روانی هم پسر و هم دختر زندگی با ثبات می داشته باشند. بدون شک. مسئله چهارم، نهاد خانواده را حفظ میکنه. اگر نهاد خانواده را حفظ کرد، جامعه را با ثبات میسازه و شما جامعه بی ثبات و جامعه فاسد نمی داشته باشید. قربان شما صاحب. آقای جبرئیلی استفاده بردیم. شما با سلامت. بحث بسیار خوب بود، اما با تاسف فرصت اندک، به تاخیر امروز برنامه را آغاز کردیم. صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن در خدمت شماست. ان شاء الله یکی دو ساعت بعد برنامه امروزی و تمام برنامه هایی که ما در بخش برنامه اسلامی می داشته باشیم در صفحه آپلود میشه و شما میتونید استفاده کنین. الله نگهدار.